نتایج جدیدترین نظرسنجی ایسپا درباره محبوبیت و میزان استفاده مردم ایران از کدامین شبکه‌های اجتماعی که در خرداد 1401 انجام شده اعلام شد. جمعیت مورد مطالعه در این نظرسنجی شهروندان 18 سال به بالای ساکن در مناطق شهری و روستایی کل ایران است که نمونه 1541 نفر به شیوه تلفنی اجرا شده است. در این نظرسنجی مشخص شد که 78.5% مردم ایران حداقل از یک پیام رسان یا شبکه اجتماعی استفاده می کنند که این میزان بین جوانان 18 تا 29 سال 96.9%، ساکنین مراکز استانها 86.2% و افراد با تحصیلات دانشگاهی 95.3% است. به گزارش روابط عمومی ایسپا، در بین رسانه‌های اجتماعی مورد مطالعه استفاده از واتساپ با 71.1% بیش از سایر برنامه هاست. میزان استفاده از واتساپ بین جوانان 18 تا 29 سال 87.7%، در گروه سنی 30 تا 49 سال 78.8% و در بین افراد بالای 50 سال سن 41% است. 87.8% افراد دارای تحصیلات دانشگاهی، 79.2% افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم و 44.4% افرادی که تحصیلات کمتر از دیپلم دارند از واتساپ استفاده می کنند. میزان استفاده از این پیام رسان در بین ساکنان مراکز استانها 87.8%، در شهرهای غیر مرکز استان 74.1% و در مناطق روستایی ایران 55.5% است. پس از واتساپ، اینستاگرام توسط 49.4% مردم ایران استفاده می شود، اما استفاده از تلگرام نسبت به آخرین نظرسنجی ایسپا در تیر ماه 1400 حدود 9% کاهش داشته و به عدد 31.6% رسید و میزان استفاده ایرانی ها از کلاب هاوس 1.3% است. توییتر نیز توسط 3% مردم ایران، فیسبوک 3.7%، سروش 3.6%، بله 2.2%، ایتا 4.6%، تیک تاک 6%، روبیکا 5.7%، آیگپ 1.8% و گپ 8% استفاده کننده در بین افراد بالای 18 سال ایرانی دارد. در همین راستا گفتگویی داریم با شیخ مهدی منازاده، پژوهشگر مسائل اجتماعی. جناب منازاده سلام، وقت بخیر. عرض سلام ادب خدمت شما و بیننده‌های شبکه جهانی مهندسین. بر اساس نظرسنجی ایسپا، علت عدم استقبال مردم از پیام‌رسان‌های داخلی رو چی میدونید؟ بفرمایید. ببینید، به نظر من سه تا دلیل میتونه عدم استقبال مردم رو به ما برسونه. اولین دلیل که مهمترین دلیل، بحث اعتماد. مخاطب ایرانی نسبت به شبکه‌های اجتماعی ایرانی نزدیکترین تجربه که داره همون تماس تلفنی و پیامک هاشه که خیلی راحت مراجع عمومی مثل مثلا قوه قضاییه یا وزارت اطلاعات و مراجع امنیتی خیلی راحت میتونستن به پیامک‌هاش و همچنین به لیست تماس‌هاش دسترسی داشته باشن. به خاطر همین الان تو شبکه‌های اجتماعی جدید، شبکه‌های مثلا پلتفرم‌های پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی، مخاطب این امنیت رو برای خودش نمی‌بینه و اعتماد نداره، که در فضای مجازی به عنوان تیک سوم این موضوع معروف شد و مطرح شد. دومین دلیل، بحث بازاریابی غلطه که شبکه‌های اجتماعی خارجی با تمرکز بر تجربه مشتری میاد بازاریابی میکنه و هزینه میکنه، ولی شبکه‌های داخلی از راه‌های غلطی مثل تبلیغات گسترده استفاده میکنه. و آخرین دلیلی که به نظر من میرسه، بحث بستره. وقتی که آبان ماه 98 12 روز اینترنت در ایران قطع شد، شبکه‌های اجتماعی داخلی پاسخگوی ترافیک این همه کاربر رو پاسخگو نبودن
و به خاطر همین کاربر نمیتونه راحت باشه در شبکه اجتماعی داخلی. با توجه به نتیجه نظرسنجی ایسپا، آیا دولت برای تشویق دوباره مردم به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی اقدام جدیدی خواهد کرد؟ قطعاً اقدام خواهد کرد. الان هم در حال اقدامه و تمرکزش الان بر بسترسازیه. میخواد یک بستر خیلی خوب ایجاد کنه برای مخاطب و بعد دوباره مخاطب رو تشویق کنه به حضور در شبکه‌های اجتماعی. اگر یک نگاه کنیم به دغدغه مجلس که بحث اینترنت ملیه، خب به این نتیجه میرسیم که دولت به همین زودی ها بازم کمپین های تشویق کننده برای مردم که در این شبکه ها مشغول باشن بازم برگزار خواهد. علت سردنشینی واتساپ و اینستاگرام بین شبکه‌های اجتماعی در ایران چی هست؟ ببینید این دوتا شبکه اجتماعی متفاوتن دیگه. واتساپ بیشتر پیام رسانه و اینستاگرام بیشتر یک شبکه اجتماعیه. هرچند هر دو مثلا کارهای همدیگه هم انجام میدن، ولی تو واتساپ میبینیم که مخاطب با توجه به محدودیتایی که داره، محدودیتی مثل مثلا بالای 16 مگابایت نمیتونه فایل بفرسته، یا وقتی که از چت میاد بیرون اون ویدیویی که داره میبینه قطع میشه یا صوت قطع میشه. با توجه به این محدودیت ها، آسان بودن پیام دادن، پیام هایی با حجم کم و همچنین بحث گروه هایی که وجود داره در واتساپ و خدمات واتساپ مثل تماس ها، تماس تلفن، تماس صوتی و تماس تصویری اینترنتی که برای مخاطبی که یک بسته اینترنتی گرفته رایگان در میاد، اینا باعث شده واتساپ در صدر پیام رسان ها باشه. و اینستاگرام هم با توجه به هوش مصنوعی قویی که داره، با این هوش مصنوعی اینستاگرام میاد محتوای پر پسند و چی میگن پر اینگیج رو میاد به مخاطبین بیشتر نشون میده و همین باعث میشه مخاطب تایم بیشتری داخل اینستاگرام بگذاره و اونجا بیشتر بمونه. بله، با تشکر از مهمان گرامی جناب شیخ مهدی منازاده.